آیا گیاهخواری با ورزش به ویژه بدنسازی در تضاد هست؟ در این ویدیو با ما همراه باشید تا به این سوال پاسخ بدیم و راهکارهایی رو برای گیاهخواره عزیز معرفی بکنیم تا بتونن نتیجه بهتری از ورزششون بگیرن. برای پاسخ به این سوال که آیا ورزش و بدنسازی با گیاهخواری در تضاد هست، باید یه سری مقدمات رو من برای شما شرح بدم. چون هر ورزشی هم که شما انجام بدید با ساخت عضله سر و کار دارید، بنابراین یه جوری این توصیه‌ای که می‌کنم نه تنها برای بدنسازی اما برای تمام رشته‌ها مناسبه. ولی خب توی بدنسازی به خاطر اینکه کلاً سر و کار ما با ساخت عضله است، خیلی مهمتر میشه اهمیت موضوعاتی که دارم خدمتتون مطرح میکنم. خب ببینید، ما توی روز تمام منابعی که داریم دریافت میکنیم به جز آب شامل سه تا دسته کلی میشه: کربوهیدرات، چربی و پروتئین. کربوهیدرات ها که 99% منابعشون گیاهیه، بنابراین توی این مورد گیاهخواری هیچ مشکلی نداره. و چربی ها، خب ببینید توی چربی کسایی که منابع حیوانی مصرف میکنن، چربی های اشباه بهتر در دستشون هست. ما باید به نسبت 1:3 چربی اشباه و غیر اشباه مصرف کنیم. یعنی شما هر چقدر چربی اشباه مصرف کردید، مثلا 1 گرم، شما باید 3 گرم چربی غیر اشباه مصرف کنید. خب گیاهخوارا توی چربی غیر اشباه که مشکلی ندارن، منابعشون فراوونه و کسایی هم که دارن حالا روغن‌های مختلف استفاده می‌کنن تو ورزشکار حرفه‌ای، همه میرن سراغ روغن‌های مثل روغن زیتون، کنجد. اینا منابع فوق‌العاده اسیدهای چرب ضروری هستن، چرب اسیدهای چرب غیر اشباه فوق‌العاده‌ن. پس تو این بخش هم مشکلی وجود نداره، اما توی چرب اسیدهای چرب اشباه باید حواسشون باشه منابعی رو مصرف کنن مثل مغزها که بتونن اون نیاز بدنشون نسبت به اسیدهای چرب اشباه رو هم برطرف کنن. و مورد آخر که پروتئین ها باشه و جنجالی ترین بحث گیاهخواری هست، واقعا گیاهخوارا توی این بحث مشکل دارن. حالا اینکه بخوایم بازش بکنیم، من علتش رو بهتون میگم. ببینید، پروتئین مثل یک زنجیر میمونه که حلقه های مختلفش میشه آمینو اسید. این آمینو اسیدها حلقه های مختلفن که وقتی به هم میچسبن در کنار هم یه رشته ای رو تولید میکنن که اسمش میشه پروتئین. خب ببینید، منابع حیوانی همه این حلقه های زنجیر رو داره. حالا همه حلقه ها، نگاه کنید، من این جدول براتون گذاشتم رو تصویر که این جدول تقسیم بندی همون حلقه های زنجیر یا آمینو اسید هاست که اینا تبدیل میشن به آمینو اسید های ضروری، چیزی که بدن شما نمیتونه تولید بکنه. یعنی اگر پروتئین بخورید داخلش اون آمینو اسید نباشه، بدن شما قادر به تولیدش نیست، بنابراین مجبور از بافتای بدنتون اون رو استخراج بکنه که باعث به اصطلاح کاتابولیسم یا خودخوری میشه. و آمینو اسیدهای غیر ضروری که اصلا اگه مصرف نکنید اهمیت نداره، بدن شما میتونه از منابع دیگه اونها رو خودش تولید بکنه، بسازه. خب ببینید، توی منابع حیوانی این آمینو اسیدهای ضروری کامل وجود دارن، بنابراین کسی مشکلی با رفع نیازهای آمینو اسیدهای ضروری بدنش نداره. اما منابع گیاهی مثلا 3 تا از این آمینو اسیدها رو ندارن، 2 تا رو ندارن، کامل ترینشون که سویا باشه 1 رو نداره، مثل متاینونین. بنابراین کسایی که دوستان عزیزی که گیاهخوار هستن باید این نکته رو حتما رعایت بکنن که منابع مختلف پروتئین رو در کنار همدیگه استفاده بکنن. مثلا کسی که سویا مصرف میکنه و پروتئینش رو داره از سویا میگیره، باید حواسش باشه لوبیا سفید یا مثلا عدس اضافه بکنه که اون کمبود متاینونین موجود در سویا رو بیاد برطرف بکنه. پس یک نکته مهم و راهکار مهم برای گیاهخوارا اینه که حتما بدونید که دارید تمامی آمینو اسیدهای ضروری بدنتون رو دریافت میکنید با ترکیب منابع پروتئینی.
و سویا هم بدونید کامل ترین پروتئین گیاهیه که شما میتونید پیدا کنید. کامل تر از سویا و بهتر از سویا نمیتونید چیزی رو پیدا کنید، به خاطر اینکه این حالا پنیر توفو هم که خب از همین سویا ساخته شده دیگه، اینا همه علتش اینه که درصد خوبی از آمینو اسیدهای مختلف توی سویا وجود داره. ببینید یه مشکل دیگه هم حالا اینو بگیم بذاریم رو نکته دوم که اینجوری بهتر میشه جداش بکنیم و این بحث قاطی نشه. ببینید کسایی که دوباره پروتئین حیوانی مصرف میکنن یه مزیت دیگه نسبت به گیاه‌خوارا دارن. مزیتشون اینه که این آمینو اسیدهایی که گفتم داخل اون زنجیره پروتئینی وجود داره، اینا درصدش تنظیمه، اندازه است و اینا حالا یه معیاری داره، یه شاخصی داره که مثلا به تخم مرغ یا شیر عدد بهتری رو میدن. فرض کنید شما میخواین یه غذا درست کنید، اگر ادویه‌تون فلفلتون زیاد باشه زیاد جالب نمیشه، اگه نمکتون زیاد باشه شور میشه، نمک نباشه غذا میگن بی نمک مزه نداره. توی پروتئین ها هم همینه، اگه این آمینو اسیدا زیاد و کم باشه اون پروتئین ساخته شده برای بدن اونچنان جذاب نیست و قابلیت جذبش خوب نیست. بنابراین میان چیکار میکنن؟ یه شاخصی رو معرفی میکنن که میگن مثلا شیر مادر و سفید تخم مرغ کامل ترین پروتئینه، بعدش حالا شیرهای دیگه اضافه میشه و گوشتا به ترتیب، تا اینکه حالا میرسیم به انتهای جدول که منابع پروتئین گیاهی هستن. خب ببینید توی گیاه این درصدهای آمینو اسیدهای مختلف خوب تنظیم نشده و شما وقتی اینها رو مصرف میکنید دوباره راهکاری ندارید جز این که بخواید منابع مختلف رو ترکیب کنید تا یه بالانس خوبی از این آمینو اسیدها برای بدنتون فراهم بکنید. این دو موردی که خدمتون گفتم که یکی اندازه آمینو اسیدها و وجود داشتن و وجود نداشتنشون، جفتشون با ترکیب کردن منابع مختلف پروتئین گیاهی قابل رفع شدنه. و مشکل بعدی این هستش که جذب پروتئین های گیاهی تو بدن پایین تره. شما میایید حساب میکنید، میگید به عنوان مثال من روزانه 100 گرم پروتئین بدنم احتیاج داره، به عنوان مثال 25 گرمش رو از سویا میگیرم، 20 گرمش رو از حبوبات میگیرم، 20 گرمش رو از به عنوان مثال مغزها میگیرم، یه مقدارش داخل همون برنجی که مصرف کربوهیدراتی که مصرف میکنم هست و میرسید به عدد 100 گرم. اما شما اگه فقط گیاه مصرف میکنید نمیتونید با این معادله به جایی برسید. شما حتما باید حداقل 10% به پروتئین مصرفیتون اضافه بکنید. کسی که حساب میکنه 100 گرم پروتئین احتیاج داره حتما اگر منابعش گیاهیه 110 گرم پروتئین مصرف بکنه، به خاطر اینکه اون 10 گرمه جذب نمیشه. بدن شما قابلیت جذب پروتئین گیاهی رو به صورت کامل نداره و بخشیش دفع میشه. بنابراین 10% حداقل اضافه بکنید. حالا کسی که ورزش های سنگین میکنن باید این مقدارم بیشتر از 10% اضافه بکنن. خب ما حساب کنید میخواییم یه رژیم غذایی بچینیم، میگیم 100 گرم پروتئین مثلا میشه 25% کالری روزانمون، بنابراین این 100 گرم میشه 110 گرم، مثلا 25% کالری روزانمون هم که پروتئین میاد مثلا میشه 28%. خب حالا چقدر پروتئین حساب بکنیم برای خودمون که میخواییم مصرف بکنیم؟ کسایی که زندگی روزمره دارن و ورزش خاصی را انجام نمیدن 1 گرم به ازای وزنشون پروتئین گیاهی مصرف میکنن. اگر 80 کیلویی 80 گرم. کسایی که ورزش انجام میدن بین 1.8 تا 2 گرم به ازای هر کیلو از وزن بدنشون پروتئین مصرف میکنن. دوباره فرد 80 کیلویی مثلا میشه 160 گرم. و افرادی که ورزششون سنگینه یا رژیم های خیلی سنگینی میگیرن میخوان جلوگیری بکنن تخریب عضلات، بعد این عدد رو تا 2.5 تا 3 گرم به ازای هر کیلوگرم از وزنشون بالا ببرن اگر منابع گیاهی فقط مصرف میکنن. این صحبتی که کردم فقط برای دوستای عزیز گیاهخواره. حالا یه صحبتی هست، گیاهخوارا هم همشون کاملا گیاهخوار نیستن. بعضی‌ها میتونن از منابع ثانویه پروتئین حیوانی استفاده بکنن مثل شیر. گوشت مصرف نمی‌کنه اما شیر مصرف می‌کنه. خب این خیلی مشکلش رو حل می‌کنه. کسی که شیر مصرف می‌کنه میتونه وی پروتئین هم مصرف کنه. پس چقدر مشکلاتش برطرف شد؟ یا مثلا میتونه پنیر استفاده بکنه، میتونه ماست استفاده بکنه.
این فقط راجع به بحث شیره. من خودم صحبت کردم با کسی که مثلا تخم مرغ مصرف میکنن اما خود گوشت مرغ مصرف نمیکنن. خب کسی که تخم مرغ مصرف میکنه خیلی خیلی مشکلاتش کمتر میشه و در نهایت که رژیمی که محدودیتی نداره. بنابراین کسایی که عزیزایی که میتونن منابع ثانویه پروتئین یا سمت پروتئینای بهتر میرن حتما سعی بکنن این پروتئین رو در وعده صبحانه‌شون و در وعده بعد از تمرینشون حتما جای بدن این منابع خوب پروتئینی ثانویه حیوانی رو. خب پس دو تا نکته گفتیم برای کسی که 100% گیاهخوارن که یکی ترکیب بود و یکی اینکه 10% اضافه بکنن به پروتئینشون و یه نکته هم گفتیم برای کسایی که میتونن از منابع ثانویه پروتئین استفاده کنن که حتما بخش از پروتئینشون رو در وعده صبحونه و بعد از تمرین از این منابع ثانویه دریافت بکنن. اما اون سوالی که اول ویدیو پرسیدیم که آیا واقعا نتیجه خوبی میتونن گیاهخوارا بگیرن، این چیزی که دارم میگم برای گیاهخوارای 100%ه. هر چقدر شما رژیمتون رو باز بکنید نتیجهتون بهتر میشه. اگر یک بدنساز حرفه‌ای رو شما توی مد نظرتون هست که به اون هدف برسید، اصلا امکان نداره که شما با گیاهخواری بتونید به اون هدف برسید. اگر شما یه بدن متناسب میخواید، مثلا کسی که قدش فرض کنید 1.75 متر و میخواد توی وزن 70 کیلو بدنش بدون چربی باشه و عضله باشه، آره میتونه این کارو بکنه. بدون چربی که میگم منظور درصد چربی کم باشه، آره این شدنیه، بدنش متناسب باشه و سلامتش رو حفظ بکنه، کاملا شدنیه. بنابراین ما اینو در نظر داشته باشیم که هر چقدر رژیم غذایی رو باز بکنیم میتونیم نتیجه بهتری بگیریم توی رشته بدنسازی مخصوصا، چون ما کلن سرکارمون با ساخت عضله و دست دادن چربیه و دقیقا هم مشکل گیاهخوارا با اون بحث پروتئینه. گفتم تو بحث کربوهیدرات چربی مشکلی وجود نداره، ما میرسیم به بحث پروتئین به مشکل میخوریم و واقعا رژیم های بدنسازی خیلی پروتئین محوره. تنظیم برنامه غذایی اصلا با پروتئین، رژیم های کات و حجم، دوره های بدنسازی، همه اینها یه جوری پروتئین توش خیلی نقش ویژه‌ای رو ایفا میکنه. به خاطر همین گیاهخوار خب تو این زمینه مشکل دارن و باید حالا با اون روشایی که گفتم حداقل برای سطح پایین که بخوان متناسب باشن و کسی که میخواد حرفه‌ای کار کنه هی باید رژیمشو بازتر بکنه. یه صحبتی هم میخوام بکنم، حالا آخر ویدیو شاید مناسب باشه. واقعا ببینید کسایی که گیاهخواری میکنن حتما سویا رو تو برنامه غذایشون، پنیر توفو رو تو برنامه غذایشون بذارن، سعی بکنن خب شیر سویا، گفتم سویا کامل ترین منبع پروتئینی و بهترین ترکیب آمینو، یعنی کوکتل آمینو اسید خوبی توی منابع گیاهی هستش و حتما حتما عدس، لوبیا قرمز، اینا منابع فوق العاده هستن. خب مغزا که خیلی عالی هم، مخصوصا مغز آفتاب گردون خیلی خوبه. سعی کنید بادوم زمینی مصرف کنید اما زیاد مصرف نکنید. توی بحث بدنسازی و تناسب اندام میگم هر چیزی که شما میشنوید راجع به کره بادوم زمینی و خود بادوم زمینی شک نکنید که حقه تبلیغاتیه، به خاطر اینکه خیلی خوبه ولی اونقدر خوب نیست زیاد مصرف بکنید. خب یه توی بحث چربی ها بدونید که روغن زیتون، روغن کنجد، هسته انگور معمولا اصلا روغن گیاهی روغن خوبی هست، اما خب دیگه توی این بحث زیتون و واقعا کنجد و هسته انگور روغن خیلی فوق العاده ایه. خب اینو سعی کنید حتما تو برنامه غذاییتون بگنجونید و یه چیزی هم در نظر داشته باشید، شما وقتی که کربوهیدرات مصرف میکنید پروتئین بهتر جذب میشه. بنابراین کسایی که سعی میکنن توی رژیم های گیاهخواریشون وزن کم بکنن، سعی کنن کربو رو خیلی کم نکنن و هوازیشون رو اضافه بکنن. اینجوری توی بخوان چربی سوزی بکنن خیلی نتیجه بهتری میگیرن تا اینکه کربو رو کم بکنن و هوازی استفاده نکنن، به خاطر اینکه اونجوری اون پروتئینی هم که خودش سخت جذب میشه سخت‌تر جذب میشه و خیلی به مشکل میخورن. خب دوستان امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید و براتون مفید بوده باشه و بتونید برنامه‌های غذایی رو با هر سبک حالا گیاهخواری کامل تا
کسایی که میتونن منابع دیگه استفاده بکنن میتونن یه برنامه غذایی متناسب رو برای خودشون تنظیم بکنن. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و ویدیو ما رو لایک کنید و به دوستان خودتون هم معرفی بکنید. ممنون از اینکه با ما همراه بودید.